بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ. شاهد عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت یک و یکتان. امیدوار هستم که از نعمت عافیت و سلامتی برخوردار باشین و سر حال شاداب باشین و یک درس جدید بیولوژی را از صنف نهم بیننده باشین. در درس گذشته شاهد عزیز، ما صحبت ما را در مورد آلودگی آب داشتیم و گفتیم که مواد آلوده کننده زیاد هستند که میتونن وارد هوا بشن و هوا را آلوده بکنن، کیفیت هوا را پایین بیارن. با غلظت های مختلف میتونن که در هوا موجود باشن که عمده ترین گازات آلوده کننده را گفتیم که کاربن دای اکساید هست، CO2، که در اثر سوخت های فسیلی، در اثر تردد موترها و در اثر تولیداتی که فابریکاجات انجام میتن، این گاز میتونه وارد هوا بشه. همچنین گاز سلفر دای اکساید، براتون گفتیم که این گاز هم میتونه بسیار مخرب باشد، در انسان باعث تخریش چشم و بینی و شش میشد و در نباتات میتونه است که باعث ایجاد لکه ها در برگ ها شود و همچنین در اشیا هم میتونه است که تاثیرات منفی روی فلزات و ساختمان ها داشته باشد و گازهای دیگری که خب زیاد هست و اینا میتونن که در هوا وجود داشته باشن و باعث ایجاد آلودگی بشن. اما در رابطه با عنوان جدید که واتر پلوشن یا آلودگی آب باشه، آلودگی آب یا واتر پلوشن، آلودگی آب، شاهد عزیز، در تعریفش میگم که اگر در اثر فعالیت های انسانی در ترکیب آب یا در خواص آب به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات وارد بشه و یا هر وقت مواد خارجی در آب به حد برسه که استفاده از آب باعث صدمات و زیانها برای انسان و موجودات زنده دیگه شود، این را ما شما آلودگی آب میگیم. پس در قسمت آلودگی آب چند فاکتور رو باید در نظر بگیریم. یکی عمده‌ترین مسئله در آلودگی آب است که در اثر فعالیت انسانی ترکیب یا خواص آب تغییر کنه. تغییر ترکیب یا خواص آب که گفتیم در اثر فعالیت های انسانی هست. انسان ها به خصوص در صنعت میتونن فعالیت هایی را داشته باشن که باعث ایجاد تغییر در ترکیب آب و یا هم در خواص آب تغییرات ایجاد بشه و یا هم هرگاه مقدار مواد اضافی یا مواد خارجی در داخل آب به حد برسه که باعث ایجاد ضرر بشه. پس ورود مواد خارجی در آب به نحوه که باعث ضرر شود، باعث ضرر به انسان ها، حیوانات و هر کسی که از آب استفاده میکنه. ما به این مسئله میگیم آلودگی آب یا واتر پلوشن. آلودگی آب از در یک تعریف جامع میگیم عبارت است از ایجاد هر گونه تغییر در ترکیب و یا در خواص آب و همچنین وارد شدن مواد اضافی یا مواد خارجی در آب به نحوه که بتونه کیفیت آب را پایین بیاره و باعث بروز اثرات زیان آور بشه. خب در رابطه با آب شما شاهد عزیز میدانید که آب 2/3 حصه کل زمین را در حقیقت آب پوشانده، یعنی 2/3 کره زمین آب هست که نشان میده که چقدر این آب در زمین مقدارش زیاد هست، باید بگیم بیشتر از 2/3 در حقیقت. و همچنین از میان این 2/3 که گفتیم که به اصطلاح در کره زمین آب هست، فقط 3% آب شیرین هست. از این مقدار ما 3% آب شیرین داریم. بدانیم که آب شور و آب شیرین با هم فرق داره. آب بحرها، آب اقیانوسها، آبهای شور هستند که قابل آشامیدن نیستند و در زراعت قابل استفاده نمی باشند. و اما تنها آبی که در زراعت استفاده میشه، تنها آبی که برای انسان آب نوشیدنی هست، آب شیرین هست که مقدارش فقط 3% هست. یعنی از 100% کل آب زمین 3% آب شیرین هست. مقدار زیاد از آبهای شیرین شاید عزیز در قطب شمال و در قطب جنوب به شکل یخ هست
یخهای قطب شمال و جنوب که بیشتر از این 3% که گفتیم شاید عزیز قسمت عمده این 3% به شکل یخها یا کوههای از یخ در قطبین وجود داره و آب شیرین مقدار کم دیگهش که باقی میمانه آبهای شیرین است که در دریاها، در جهیلها و چاهها هست که اینها 0.1% هست. پس 0.1% آب شیرین شامل آب جهیلها، دریاها و چاهها میشه. یک توضیحات کلی در رابطه با وضعیت آب در کره زمین هست. 2/3 کره زمین آب فرا گرفته، از این 2/3 فقط 3%ش آب شیرین هست و از این 3% فقط 0.1%ش آبهایی هست که در دسترس ما انسان ها هست. آب دریاها، جهیلها، نهرها و چاهها، اینا آبهای شیرین هست که در اختیار انسان هست و میتونیم از او استفاده بکنیم. یادتان باشه شاید عزیز که حیات تمام نباتات، حیات تمام حیوانات و انسانها و دیگر موجودات زنده به آب ارتباط داره. پس میبینیم که آب چقدر در زندگی انسان اهمیت داره و چقدر هم در کره زمین مقدارش زیاد هست. بیایم در رابطه با این صحبت میکنیم که کدام عوامل میتونه که در آب آلودگی ایجاد بکنه. پس عنوان بعدی ما عوامل آلودگی آب هست. ببینید شاید عزیز عمده ترین مواد یا عواملی که باعث آلودگی در آب همیشه راه یافتن مواد اضافی یا مواد فاضله هست که در شهرها، در فابریکه ها و کارخانجات تولید میشه و اینها آب فاضلهشان وارد آبهای نهرها و دریاها میشه و آبهایی که برای کشت و کار و زراعت استفاده میشن این آبها را آلوده میسازن و همچنین بعدا وارد چشمه ها و چاه ها میشن و سبب آلودگی میشن. پس راه یافتن مواد فاضله کارخانه ها، خب این مواد فاضله خودش چند بخش است که برای شما جدا نشته کنیم میره شده عزیز. این مواد فاضله میتونه شامل مواد فاضله خانه ها شوه، شامل مواد فاضله کارخانه ها شوه، شامل مواد فاضله که آب فاضله کشت و زراعت هم هست، کشت و زراعت که بردان میگیم که آب فاضله کشت و زراعت چی هست که اینها همگی این راه یافتن مواد فاضله که در خانه ها تولید میشه، در کارخانجات و فابریکا ها تولید میشه یا هم در کشت و کار زراعت هست، اینا راه یافتنش به کجا؟ اینا راه یافتنشان به آب دریاها، چشمه ها و چاه ها هست، به دریاها، چشمه ها و چاه ها هست. یعنی ببینید شاهد عزیز در قسمت آلودگی، عوامل آلودگی میتونیم بگیم که عمده ترین عامل آلوده شدن آب راه یافتن مواد فاضله خانه ها، کارخانجات و همچنین مواد فاضله که در اثر کشت و زراعت تولید میشه، اینها به دریاها، نهرها، جهیلها و چاهایی که ما از اونها استفاده میکنیم راه پیدا بکنه. اگر راه پیدا کرد آب آلوده میشه. خب آبهای فاضله زراعت رو براتون بیشتر تازه کنیم. گفتیم که قسمتی از آبهای که باعث ایجاد آلودگی آب میشن مواد آبهای آلوده هست که از کشت و زراعت حاصل میشن. ببینید شاید از آبهای هستن که اینا در اثر استعمال کودهای زراعتی، کودهای کیمیاوی یا حیوانی و همچنین دواها و به اصطلاح او دواهایی که استفاده میشه برای از بین بردن آفتها و حشراتی که ممکن است به محصولات زراعتی صدمه برسانن، مثل DDT و به اصطلاح بعض از حشرکش های دیگه، همه اینها میتونن که باعث ایجاد آلودگی بشن. پس در قسمت کشت و زراعت آبهای آلوده کشت و زراعت، این آبهای آلوده شده عزیز همونطور که براتون گفتیم آبهای هستن که در اثر استعمال
استعمال کود هست، کود زراعتی هست که حالای کود زراعتی میتونه کودهای حیوانی باشه یا کودهای کیمیاوی باشه که در هر دو صورت هست و همچنین میتونه که شامل ببخشید این دیگه بخش دیگهش هست، میتونه شامل ما عرض کنیم که مواد کیمیاوی برای از بین بردن آفت ها هست که عمدترین از اینا شورای عزیز DDT هست یا DDT که مشهور است، استفاده میشه برای از بین بردن حشره ها، در حشره کش ها موجود هست و در مجموع این عوامل میتونه که باعث ایجاد آلودگی شود. خب همچنین شورای عزیز موجودات میکروسکوپی و ذره‌بینی دیگه هم هستن مثل باکتری ها و ویروس ها که باعث آلودگی آب میشن و باعث ایجاد امراض در انسان ها میشن، مثلا مرض کولرا رو کلتون شنیدین. عامل مرض کولرا در آبهای آلوده هست که یک باکتریا هست و میتونه که به اصطلاح مرض کولرا رو در انسان ایجاد بکنه. اینا هم جز عوامل آلوده کننده هم هستن. پس اینجا یک عامل دیگر هم اضافه بکنیم که علاوه بر این ماده گفتیم، یک عامل دیگه ای که در آبها میتونن آلوده بکنن میگیم موجودیت باکتریاها و ویروس ها هستن که اینها میتونن داخل آب باشن و آب را آلوده بسازن. خب یک مسئله دیگر براتون بگم شاید عزیز که آلودگی آب به وسیله بعض از مواد دیگه هم هست. مثلا ببینید اگر تیل روی آب قرار بگیره مانع دخول شعای آفتاب و اکسیژن به داخل آب میشه. حتما شما در اخبار مثلا شنیدین که یک نفتکش عظیم یک کشور که مثلا به میلیون ها بشکه تیل را حمل میکنه، این نفتکش در بحر یا در اقیانوس مثلا از بین رفته، سوراخ شده یا غرق شده و تیلش منتشر شده در آب. این تیل وقتی که خب تیل در سطح آب قرار میگیره چون سبکتر است و در نتیجه این تیل وقتی که روی آب پوشان مانع میشه از داخل شدن شعای آفتاب و همچنین مانع میشه از داخل شدن اکسیژن به داخل آب و در نتیجه حیات تمام ماهی ها و موجودات زندگی که در آب هستن به خطر میفته و زندگان هایی که در بر هستن همگی از بین خواهند رفت. و آلودگی آب برخلاف آلودگی هوا و آلودگی های صوتی که بعدا برای شما تشریحات کردیم یک مسئله شهری حساب نمیشه، بلکه خارج از شهرها هم این آلودگی وجود داره، به خصوص در بحرها که گفتیم محل تردد نفتکش ها هست میتونه که ایجاد بشه. در درس آینده برای شما شاهد عزیز در رابطه با عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی صحبت خواهد کردیم. خلاصه بحث ما امروز شاهد عزیز در رابطه با آلودگی آب بود. براتون گفتیم که آلودگی آب چه تعریف داره و عوامل آلودگی آب هم راه یافتن مواد فاضله خانه ها و کارخانه ها و اینها هست که برای شما تشریح کردیم. عنوان بعدی درس شما شاهد عزیز این خواهد بود که عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی. پس عنوان درس آینده آلودگی آبهای زیرزمینی خواهد بود. در بخش پایانی شاهد عزیز برای شما موضوعات کار خانگیتان هست. سوال اول آلودگی آب را تعریف کنید. سوال دوم عوامل آلودگی آب را بنویسید و سوال سوم تیل چگونه باعث آلودگی آبها می شود. اینا را لطف کنید با مراجعه به متن درس کتابتان پاسخ بدید. و پایان درس امروز هستیم شاهد عزیز. از توجهتان تشکر می کنم. تا دیدار بعدی و یک درس جدید، خداحافظ و نگهدارتان.